یکی داره یه کاری انجام میده، شما میخوای بهش بگید که مثلا این که مثل آب خوردنه. Das ist aber kinderleicht. Kinderleicht منظورش همون مثل آب خوردن، چیزی که خیلی آسون باشه رو بهش میگن kinderleicht. Das ist aber kinderleicht. این که مثل آب خوردنه. یه اصطلاحی تو زبان آلمانی هستش، میگن دیدار مجدد باعث خوشحالیه یا لذت بخشه. میگه ویدازن مخت فرویده. برای مثال به طرف میگی که کن ایش دینن کولی کورتز هابن، یعنی اینکه آیا میتونم خودکارتو کوتاه داشته باشم، خودکارتو کوتاه ازت بگیرم. مثلا طرف میگه یا گرنه ابا ویدازن مخت فرویده، میگه آره با کمال میل، ولی دیدار مجدد لذت بخشه. منظورش اینه که اگر دوباره بهم پس بدی خیلی خوبه، خوشحال میشم. یمندم اینه اکسترا ورست براتن، یعنی برای کسی یه سوسیس اضافه سرخ کنی. مثلا میگه که این در اصل یعنی این که یه کسی رو بیشتر تحویل بگیری، به یه کسی رو بیشتر بهش اهمیت بدی. مثلا به طرف میگی که وقوم بکمت ار ایما این اکسترا ورست، در اصل معنیش میشه این، معنیش میشه چرا اون همیشه یه سوسیس بیشتر مثلا میگیره، دریافت میکنه، ولی منظورش اینه که چرا اونو بیشتر تحویل میگیری، چرا بیشتر به اون اهمیت میدی. و اون بکمت ار این اکسترا ورست. یه اصطلاح آلمانی داریم که میگه ار ماخت فیل ویند اوم این زخه، یعنی این که تو ما تو شمالی به کسایی که زیادی مثلا زیاد حرف میزنن، یه چیزی رو خیلی آب و تابش رو زیاد میکنن، مثلا میگیم مثلا فلانی داره شلر میده یا شلر میاد. حالا فارسیش دقیقا نمیدونم چی میشه، ولی یه کسی که زیادی یه حرفی رو آب و تاب میده رو میگن که ارمخت فیل ویند اوم این زخه، کسی که یک حرف رو زیاد بزرگش کنه یا مثلا یه چیزی رو بزرگش کنه برای کسی تعریف کنه رو این جمله رو به کار میبرن. آلمانی ها یه دونه مثل دارن که ما معادلش رو توی فارسی داریم. من متاسفانه معادل فارسیش رو یادم رفته ولی گیلکیش بلدم. گیلکیش میگه که آب نیدید تو من نکن، یعنی آب هنوز نیدی شعبارتو تنبونتو در نیار. بعد توی آلمانی میگن ارس وگن دن واگن، یعنی این که برای کاری که میخوای انجام بدی اولش فکر کن بعد کار انجام بده، یا اول فکر کن قبل از این که کاری بخوای انجام بدی. ارس وگن دن واگن، آب نیدهی بیتومن بیرون نباشه.